آراد برندینگ، راهی به سوی ثروت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دوستان عزیزم و امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. من مریم سادات میری هستم، از مدیران استراتژی تجاری مجموعه آراد برندینگ. امروز با موضوع ارتباط مؤثر در روابط تجاری میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم، ببینیم توی روابط تجاری که ما میخوایم برقرار کنیم نوع رابطه و اینکه ما چطور میتونیم یک ارتباط خوب با دیگران برقرار کنیم چه سرفصل‌هایی، چه فاکتورهایی باید رعایت کنیم و چه چیزهایی در این رابطه اصلا مهم هستش. خب همه ما میدونیم که یک ارتباط مؤثر رابطه‌ای هستش که دو نفر بتونن با همدیگه تبادل اطلاعات کنن، تبادل احساسات کنن و در بحث تجاری این دو نفر بتونن در مورد مسائل کاری، نوع محصولی که قراره با همدیگه کار کنن، نوع قراردادی که قراره با همدیگه داشته باشن، یک رابطه خوب برقرار کنن. حالا یک رابطه خوب یعنی چی؟ یعنی رابطه ای که درش تضاد و تعارض وجود نداشته باشه. اگر هم وجود داره دو نفر بلدن این توی این رابطه این تعارض ها و تضاد ها رو به حداقل برسونن تا به یک نتیجه مشترک برسن. ببینید منظور از این که به یک نتیجه مشترک برسن این نیستش که مثلا حتما مثل هم فکر کنن، مثل هم رفتار کنن، یا حتما طرف مقابل رو قبول داشته باشن یا شرایط رو کامل قبول داشته باشن. نه، منظور این هستش که اینا توی این رابطه انقدر خوب بتونن با هم ارتباط برقرار کنن و مذاکره داشته باشن که آخر این بازی، آخر این رابطه هر دو نفر برنده باشن، هر دو نفر به اون خواسته‌ای که دارن برسن. نه لزوماً 100%، ولی راضی باشن از شرایطی که اتفاق افتاده. خب ببینید بچه ها، در بحث ارتباط مؤثر ما میگیم رابطه یا یک رابطه مؤثری بوده که به مذاکره ختم شده و این مذاکره هم به یک نتیجه ختم شده که برای هر دوتا ایدئال بوده، شرایط مناسبی بوده. از اون ور یک رابطه میتونه رابطه نامؤثری باشه. چه فاکتورهایی در این رابطه وجود داره که ما بگیم یک رابطه رابطه مؤثری بوده یا یک رابطه رابطه نامؤثری بوده، درست نبوده، این رابطه رابطه اشتباهی بوده؟ در بحث کلی اگر بخوایم بهش بپردازیم میگیم که رابطه مؤثر رابطه‌ای هستش که یک وسیله‌ای میشه برای انتقال اطلاعات بین افراد. یعنی اگر رابطه ای برقرار شده بین دو نفر، یعنی دو شخصی که قرار با هم دیگه مذاکره کنم، باید یک اطلاعاتی بین این دو نفر رد و بدل بشه. حالا این اطلاعات میتونه در مورد خود شخص باشه، میتونه در مورد شرکتش باشه، میتونه در مورد محصولش باشه، میتونه حتی در مورد احساساتش باشه. بچه تو یک رابطه مؤثر شما باید بتونید احساسات خودتون رو به طرف مقابلتون انتقال بدید، حتی تو بحث تجاری. موضوع سومی که باید بهش بپردازید این هستش که باید بلد باشید که سوء تفاهمات بین خودت و مشتری رو برطرف کنی، یا بین خودت و شخصی که قرار باش شراکت کنید، باش ارتباط داشته باشی رو برطرف کنی. خب ما میدونیم در هر ارتباطی یک نفر فرستنده هستش، یعنی یک چیزی قراره بفرسته، یک نفر گیرنده هستش، بین این دو نفر یک محتوای رد و بدل میشه. خب این محتوا خیلی مهمه که این محتوا انقدر واضح و شفاف باشه که برای طرف مقابلت ایجاد سوء تفاهم نکنه، برای طرف مقابلت ایجاد مثلا تعارض نکنه. حالا من جلوتر که بریم سرفصل هایی که شما باید بهش توجه کنید در بحث محتوا رو بهتون میگم که چه چیزهایی باید توی رابطه مؤثر بهش توجه کنید که طرف مقابلتون احساس خرسندی و رضایت داشته باشه از اینکه با شما ارتباط برقرار کنه. موضوع بعدی این هستش که در رابطه‌ای که شما دارید با شخص ارتباط مثلا برقرار می‌کنید، یعنی ارتباط مؤثر در واقع به ارتباطی گفته میشه که یک رشد اجتماعی رو برای طرفین برمقام بیاره. مثلا اگر تو قراره با یک کسی ارتباط داشته باشی و من به این رابطه میگم این رابطه مؤثر بوده که باعث رشد تو شده به یک جایگاه اجتماعی، و اگر مثلا شما رابطه برقرار کنی که رشدی برای تو نداشته باشه، حتی از اون شرایطی که هستی پایین تر هم تو رو بکشه، خب این رابطه رابطه مؤثری نیستش، قطعا این رابطه رابطه مخربی هستش. خب
حالا ما میگیم ما فهمیدیم که چه فاکتورهایی در رابطه موثر با مشتری در مذاکره مهم هستش، چه چیزهایی مهم نیستش، که مثلا چه چیزهایی باعث میشه که رابطه ناموثری باشه. ببینید، وقتی شما در یک رابطه هستید و توی این رابطه طرفین دائما دچار سوء تفاهم میشن، پس اینجا رابطه اشتباهه. یعنی اینجا یا فرستنده درست بلد نیست موضوع رو به طرف مقابلش منتقل کنه، یا گیرنده بلد نیست درست بفهمه طرف مقابل داره چی میگه، پس اینجا محتوا مشکل داره. محتوا یعنی اینکه اگر من قرار محصول خودم رو به این شخص معرفی کنم، آیا اون چیزهایی که لازم هست برای اینکه اون شخص تصمیم گیرنده باشه برای خرید از منو بهش دارم میگم؟ آیا تضادهای بین محصول خودم با محصول مثلا بفرض رقیب خودم یا محصول مشابه خودم رو دارم به طرف میگم؟ اگر شما اینها رو بلد نباشید درست به طرف مقابلت منتقل کنی، شخص مقابل دچار سوء تفاهم میشه. وقتی دچار سوء تفاهم بشه در رابطه، پس درست هم تصمیم گیری نمی کنه. بعدها میشه اگر از شما خرید کنه که میشه جزء مشتری های ناراضی، چون اصلا نفهمیده بوده از تو خرید کرده. اگر هم از تو خریدی نکنه، خب این مشتری از دست میدی و تو برای به دست آوردن این مشتری کلی هزینه کردی. مورد بعدی که باید بهش توجه کنید این هستش که در رابطه با طرف مقابلتون باید حواستون باشه که اعتماد به نفس طرف مقابل رو مختل نکنید. چجوری؟ یعنی این که شما توی رابطه‌ای که دارید برقرار میکنید، حق ندارید طرف مقابلتون رو تهدید کنید، تحقیر کنید، تمسخر کنید، بهش توهین کنید یا هر چیز دیگه ای. این باعث میشه شخص مقابل اعتماد به نفسش بیاد پایین. وقتی اعتماد به نفسش بیاد پایین، از این رابطه احساس خرسندی نداره. وقتی احساس خرسندی نداره، پس ترجیح میده رابطه‌اش رو با شما قطع کنه. موضوع بعدی، احساس درماندگی برای طرف مقابل ایجاد نکنه. اگر خودت هم در یک رابطه دچار احساس درماندگی شدی، احساس کردی که خیلی پایین هست، احساس کردی که دارن به توهین میکنن، دارن تحقیرت میکنن، سریعاً این رابطه رو ترک کن. چرا؟ چون آثاری که روی روان شما میذاره و موقعیت اجتماعی شما میذاره خیلی مخربه و این رابطه سازنده برای تو نیست. خب چرا باید توی رابطه بمونی که این رابطه سازنده این است و نتیجه معکوسی داره، به جای که تو رو رشد بده، تو رو مثلا میکشه پایین، اعتماد به نفست و عزت نفست رو میاره پایین. بحث دیگه که اینجا وجود داره این هستش که شما باید توی روابطتون جوری این روابط رو بچینید که از شبکه‌های اجتماعیتون بتونید استفاده کنید برای مقابله با چالش‌های تجاری که دارید. مثلا این شخصی که الان داره با من کار شروع میکنه، باید به عنوان یک شخصی که بعدها میتونم روش حساب باز کنم تو بحث تجارت باشه برای من. پس نوع ارتباطی که من با افراد دارم برقرار میکنم و پایداری رابطه خیلی مهم هستش. من باید جوری این رابطه رو پیش ببرم که رابطه پایدار باشه. خب ببینید دوستان، ما در روابط دو نوع کلی رابطه داریم. یا رابطه کلامی داریم با طرف مقابلمون، یا رابطه غیر کلامی داریم. حالا رابطه کلامی به چه رابطه میگیم؟ به همین صحبت کردن. مثلا شما وقتی دارید تلفنی با مشتریتون صحبت میکنید، ما به این میگیم رابطه کلامی. وقتی دارید مثلا براش پیامک میفرستید، وقتی دارید مثلا بهش جواب سوالاتش رو توی مثلا به فرض شبکه‌های مجازی میدید، این رابطه کلامی نوشتاری هستش. درسته؟ یه رابطه دیگه داریم، رابطه غیر کلامی. رابطه غیر کلامی چی هستش؟ رابطه غیر کلامی تون صدای شماه، آهنگ صدای شماه، تماس چشمیه که با طرف مقابلت برقرار میکنی، حالت چهره شما هسته، ژست هایی که میگیرید، مثلا زبان بدنی که دارید و حتی نوع گوش کردن شما رابطه غیر کلامی شما رو نمودار میکنه. اگر رابطه کلامی و رابطه غیر کلامی که دارید با شخص برقرار میکنید با هم دیگه همسان باشه، با همدیگه تعارض نداشته باشه، طرف مقابل شما توی ارتباط با شما ترجیح میده با شما کار کنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما یه صحبتی به طرفت میکنی، مثلا میگه که آقا من اینجوری هم مثلا داری از شرایطت، موقعیتت، محصولاتت، امکاناتت داری حرف میزنی. طرف میگه باشه، اوکی، من میخوام بیام حضور شما رو از نزدیک ببینم. حالا میاد از نزدیک میبینه آقا شما تیپت که اصلا به آدم تاجر نمیخوره، تون صدات هم کسته،
نوع رفتارت هم تو جلسه حضوری اصلا بهت نمیخوره این کاره باشی. یعنی اون از شما یه صدایی شنیده، یه چیزی شنیده، یه چیزی دیده، خب بعد حالا اومده حضوری ببینه اینا دوتا با هم میخوره، بعد میاد میبینه نه اینا نیست. پس حتما شما برای اینکه در تجارتتون یک شخص موفقی باشید باید آداب پوشش تجاری رو یاد بگیرید، باید زبان بدن رو یاد بگیرید، تکنیک های زبان بدن رو باید یاد بگیرید، اصول مذاکره رو باید یاد بگیرید تا بتونید یک ارتباط مؤثر با طرف مقابلتون برقرار کنید. خب دوستان، از اینکه امروز هم با من همراه بودید از شما متشکرم. من در جلسه آینده برای شما در مورد روند برقراری ارتباط مؤثر و موانعی که ایجاد میشه و همچنین راهکارهای برقراری یک رابطه خوب و مؤثر در تجارت با شما صحبت میکنم. امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار. فروش داخلی و صادراتی خود را به ما بسپارید.